سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. امروز اولین روز کاری من تو ایتالیا است و خیلی براش هیجان دارم، براش استرس دارم و خب اینترنشیپ قطعا خیلی از آن توقع ندارن و من هیچ دروغی تو رزومم ننوشته بودم واسه همین نباید خیلی نگران باشم. هلو بچه ها، گفتم بشینم براتون صحبت کنم، دیدم یعنی یه دور تو راه گرفتم و دیدم خب چه کاریه، مثلا دارن میبینن سرشون گیج میره، چرا اینطوری دیگه. امیدوارم که خیلی سطح ماشین نیاد و بتونم براتون بگیرم، چون اگه برم خونه دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم. خب اول بریم جواب سوالاتون تک به تک بدیم. یکی از سوالایی که از من پرسیده بودی این بودش که اصلا ما بیایم کار پیدا میشه یا نه، و اینکه اصلا مثلا میتونیم کار کنیم با درس، چه مدلیه. بچه ببینین، دانشگاه های اینجا خیلی کار میبرن، حداقل من حتی میتونم راجع دانشگاه خودم حرف بزنم، ورشه خودم، آره این بهتره اینطوری بگم، ولی پلیمی و مکانیک خیلی کار میبره، یعنی پر از درسه، درس محوره. یعنی من سال اول 8 تا درس دارم، سال دوم 5 تا درس دارم بدون تز، فکر میکنم آره بدون تز، و یه کورس کوتاه مثلا دو واحدی هم هست برای تز پاس کردن. و خب خیلی کار راحتی نیستش که هم درس بخونید هم کار کنید، و پولی که برای بورس میدن تقریبا کفاف زندگی رو میده، به جز اون پولی که بعد حالا اولیه با خودتون بیارین تا قبل از اینکه بورس اول رو واریز کنن. ولی خب چرا بعضی آدم ها دوست دارن کار کنن، چه انگیزهایی هست؟ خب بعضی ها بورسشون رو از دست میدن، بعضی ها حوصله‌شون سر میره، بعضی درس براشون سخته، نمیتونن درس ها رو مثلا خوب پاس کنن، بعضی ها هر کی دلیل داره، بعضی میخوان پول بیشتری در بیارن، سفرهای بیشتری برن، و دلیل مختلفی وجود داره که یک نفر بخواد کار کنه. حالا شما بستگی به خودتون ممکن تصمیم بگیرین کار کنین. حالا کاری که اکثر بچه ها انجام میدن، اول یا میرن دلیوری، دختران معمولا میرن سمت حالا تدریس زبان، پسران میرن البته، یا یه کاری که دختران میتونن بیشتر پسران انجام میدن، احتمالش بیشتر که موفق باشن این کار رو بگیرن، پرستاری بچه هست. که پرستاری بچه به نظر من حقوق خوبی هم داره، من دوستان شنیدم هم تدریس هم پرستاری بچه حقوق خوبی داره، یعنی ساعتی 10 تا 13 یورو من شنیدم که بچه ها در میارن، و بیشتر از اینه که مثلا حالا برین گارسون واستین یا مثلا برین تو کافی شاپ واستین. البته من میخوام قبل از گال توضیح بدم اینو روشن کنم، به نظر من هیچ کاری آر نیست، یعنی اگه آدم به پول نیاز داره هر کاری که میتونه دستش، حالا بجز کاری خلاف، انجام بده. یعنی من اصلا بد نمیدونم که حالا بری دلیوری واستی یا بری هر چیزی واستی، ولی اگه میتونی تلاش کن برای اینکه کار مرتبط با درست بگیری. ممکنه حقوقش کمتر باشه، چه بسا که برای من کمتره از اون 13 یورو که گفتم، بچه تقریبا نصف، یه ذره نصفش بیشتر ساعتی، ولی دارم تون تایم یه چیزی یاد میگیرم، وارد بازار کارشون شدم و بالاخره از این درسه که خوندم دارم یه استفاده میکنم. این همه وقت گذاشتم از تا برای از کنکور خوندن تا برای ارشد خوندن، بالاخره وقت گذاشتم و دارم بالاخره از وقتش استفاده میکنم. حالا شما بستگی به هدفتونم داره، من خودم هدفم این بودش که بیام اروپا برم سر کار، من نمیخواستم پی اچ دی بخونم، و برای من اینکه از بهترین انتخابام بود که بیام اروپا این کارو بکنم، چون برای آمریکا بچه‌ها معمولا پی اچ دی مستقیم میکنن یا یه جوری با پی اچ دی میرن، خیلی احتمال اینکه فاند بگیری توی کارشناسی ارشد کمه، واسه همین یه جوری پی اچ دی خوندنش هم ناپذیر بود به نظرم، و خب من عاشق سفر بودم و اروپا برای من بهترین انتخاب بود. حالا من دیگه درسا برام اذیت کننده شده بود خوندنش، چون توی کارشناسی خیلی انگیزه داشتم معدلم بالا باشه که این معدل بالا من کمک کنه که من چون اپلای کنم. حالا که من نمیخوام برم مقطع تحصیلی بالاتر، خیلی انگیزم تو طول ترم کم بود و این خیلی ترم پیش من اذیت کرد، خصوصا که اومدم خب مثلا تو دانشگاه خودم همه شوزه مثلا بچهای برتر بودم، چه تو کل کلاس مثلا توی پایه مثلا با نفر نهم فارغ التحصیل شدم،
تو کل مثلا ورودی های خودمون توی کلاس هم همیشه خوبا بودم، همیشه آماده بودم، میفهمیدم بالاخره چه خبره، بهتری نبودم ولی میفهمیدم چه خبره. اومدم جدیدم من هیچی نیستم و این خیلی رو اعتماد به نفسم تاثیر گذاشت، مخصوصا که افتادم درس بعض درسامو، هرچند که اینجا در افتادن خیلی طبیعیه، براتون احتمال زیاده که پیش بیاد، مخصوصا اگه رشته‌های سختی مثل کامپیوتر بخونین یا مکانیک بخونین یا برق بخونین خیلی احتمالش هست که بیافتین. مثلا گفتم قبلا تو ویدیوهای دیگه، یعنی چیز عجیبی نیست افتادن توی پلیمی، ولی خب روی تان برستم خیلی تاثیر داشت و امروز بعد مدت ها من حس خوبی به خودم داشتم و وقتی رفتم سر کار خیلی مثلا بهم حس خوبی منتقل کردن. حالا روز اوله شاید مثلا 6 ماه دیگه که قرارم تموم میشه بیام بگم وای چقدر بد بود و اینا، ولی خیلی حس خوبی بهم دادن، مخصوصا که مثلا زبانم تعریف کردن. خب من وقتی که انگلیسی اومدم توی کشور ایتالیایی زبان همه چیز میگردم مثلا چه اشتباهی کردم، کاش مثلا میرفتم به جای آلمانی مثلا ایتالیایی میخوندم، میدونین چی میگم؟ ولی مثلا از انگلیسیم خیلی تعریف کردم و بهم گفتش که من بعد از مسابقه گفتم این زبانش خیلی خوبه، ما حتما باید اینو بگیریم. بعد دیگه یه چیز دیگه هم بهم گفت، چون مسیر برگشتم طولانی بود، اون کسی که با مصاحبه کرد بهم گفتش که من دیدم که من هم سن تو بودم، فقط کلی درس خونده بودم و دیدم که تو خیلی کار کردی با توجه به سن کمت. اینجوری دیدم که چی صده کم، چون من اینجا تقریبا از اکثر همکلاسیام 2 سال بزرگترم، چون اینا لیسانسشون 3 ساله، اون فاصله بین ما هم ندارن، پشت هم میخونم، من تقریبا از همه 2 سال بزرگترم و خیلی حس پیری میکنم تو کلاس که میرم و اصلا خیلی کار توپی بود. فکر نمی کنم این حس، حالا من میگم فولفیلمنت، این حس رضایتی که در این لحظه دارم و فکر نمی کنم مثلا دلیوری دست به دست میارم، فروشندگی یا کار تو هتل به دست میآوردم. واسه همین میگم اگه دوست دارین، اگه میتونین ترای کنین وارد بازار کار مرتبط با درستون بشین که بعد فارغ التحصیل هم بهتون کمک کنه. میگن نمیدونم ایتالیا کار نیستش، بچه ها هستش، فقط حقوقش کمتره از بقیه اروپا. تلاش کنین، رزومه زیاد بفرستین، قطعا پیدا میکنین. سوالی که خیلی ازم پرسیدین این که چجوری پیدا کردی؟ بچه ها من از 2 جا داشتم اقدام میکردم، یه دونه لینکدین، مثلا اون ابزار سرچش رو داشتم استفاده میکردم، پریمیوم هم نبودم، نسخه رایگانش، یه دونه از اون داشتم استفاده میکردم، یه دونه هم یه بخش دانشگاه ما داره به اسم کریر سرویس. کریر سرویس مثل بخش ارتباط با صنعت دانشگاهه که مثلا توش آگهی کار میذارن، آگهی اینترنشیپ میذارن و من از لینکدین پیدا کردم، ولی چون که کارم اینترنشیپ بود با دانشگاه کانکت شدن، حالا من نمیدونم چه جوری این اتفاق افتاد، ولی با دانشگاه کانکت شدن و اینو برای من مثلا با دانشگاه مثلا نامه نگاریاش و کار اداریش انجام شد که خیلی برای من جالب بودش. پس از این دوتا طریق من گشتم و پیدا کردم کارم. راستش من یه سوال که خیلی ازم میپرسی مثلا حقوقشه، خیلی اوکی نیستم راجع به حقوقش حرف بزنم. راستش من نمیدونم چرا آدم راجع به حقوق تو اینترنت صحبت نمیکنن، ولی احتمالا کار خوبیه که صحبت نمیکنن، با سعی منم همین کار میکنم. ولی بازه بهتون میگم که از این حدود تا این حدود دیدم که بچه ها با کار مرتبط دانشجویی دارن در میارن بین 500 تا 800 یورو تو ماه با کار پارت تایم. سوال بعد این که چقدر کار میکنم؟ الان اینجا که من میخوام برم 2 روز و نیمه، 2 روز کامل میرم، نیم ساعت، نیم روز با نیم روز میرم، که کلن 20 ساعت تو هفته میتونین ماکسیموم کار کنین، من هم 20 ساعت رو میرم. یا اینکه میتونین 6 ماه فقط کار کنین تو سال، ولی این 6 ماه 40 ساعت باشه، که خب اگه این کار کنین دیگه کلاس ها رو از دست میدین. خب من یه نکته میخواستم بگم، من این کاری که گرفتم اولش این فول تایم بود و حقوقش کمتر بود و ریسک کردم و مذاکره کردم که با هم کنار اومدن، پاره وقت میرم پار تایمه و حقوقش رو بیشتر کردن. اگه تونستین، اگه دیدین که جا داره چونه بزنین، چون قیمتی که میگن قیمت ماکسی نیست که قرار بهتون بدن، و اگه چونه بزنین، اگه بدون خوبش رو بگم مذاکره کنین، اگه نگوشیت کنید، احتمال اینکه حقوق بیشتری بهتون بدن خیلی بیشتره.
و در آخر لطفاً لایک و سابسکرایب یارتون نره، تنها چیزیه که به من انگیزه میده. اگه سوال داشتین تو کامنت ها بنویسین، تا جایی که بتونم سعی میکنم جواب بدم و کمکتون کنم. لایک یارتون نره، برای دوستاتون منو بفرستین. ویدیو بعدی میبینمتون.